جشن نوروز بی بی سی. جان جانان نوروز مبارک، بالاتر از جان نوروز مبارک، امسال و هر سال عاشقم با تو، نوروز امسال عاشقم با تو. تو بهترین معماری تاریخ، ایرانی و یونانی و رومی، دریا به دریا عاشقت هستم، اصلا تو اقیانوس آرومی. ای جان جانان نوروز مبارک، بالاتر از جان نوروز مبارک، امسال و هر سال عاشقم با تو، نوروز امسال عاشقم با تو. درود به سال نو، نوروز پیروز، به برنامه جشن نوروز بی‌بی‌سی در این برنامه چهره‌های خاصی که تا حالا ندید و نمی‌خواید دیگه ببینید حتی، چه اتفاقاتی می‌افته در این دو صحنه، در این سه صحنه، چه کسانی که خواهند ماند در این برنامه. هنگامه عارف، باران، جان پایبند در این برنامه را آغاز می‌کنیم با گروه تنها، همه چی خوبه حالا که ازم دوره، حالم آجوره. ای وای وای، پاییز رسید و نمم بارونه، هوا ابریه با چیک چیک ناخونه، این فصل من ساکت و آرومه، همه عکسای نازش دونه دونه پیش رومه، چه خوشگل چشماش، قرمزی لبها، حس میکنم داغم حتی جلوی عکساش. وای 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 وای، یادم که نیست اینجا خونه زندونه، انگاری همه فصلا زمستونه، خوبه با نم بارونش، هوای عبرش آشیک چیک نافتونش، این فصل منه وای که چقدر خوبه، یارم اومده همه چی جوره. ای جان ای جان، تا صداش میاد توی کوچه، خوشبخت خوشبخت سازم خوبه، همش منتظر لحظه دیدار، تا صبح زهر بیخواب ایدار. چه خوشگله، چه خوشگله، چه خوشگله، پاییز خوبه با نم نم بارونش، هوای ابریشا چیک چیک نافونش، این فصل منه وای که چقدر خوبه، یارم اومده همه چی جوره. ای جان ای جان. آقای بلکت، آقای بلکت، بچه ها رو معرفی کنیم، بلکت جدید به افتخارشون. تمام معرفی مرسی، گفتم سال نو شد و گروه بلکت دوباره از اول جون تازه گرفت، ولی از این به بعد
من اسم گذاشتم New Faces Young Voices، یعنی چهره های جدید، صداهای جوان. نه اینجوری، صدای جوان. افتخارشون به دست بلند بزنیم براشون. آقای شهباز بابا دست روزه، منم حرف بزن. نه بزنید من، نزنید. چندمین بلکتس الان؟ یازدهمین گروه بلکتس خارج از کشوره. و چندمیه در کل؟ در کل تقریبا 1-2-3 اضافه بکنیم میشه 14. به افتخارشون، خیلی متشکرم. 178 نفر از هنرمندان بزرگ ایران، چه نوازنده چه خواننده، با این گروه همکاری کردن. به افتخارشون، خیلی متشکرم. و حالا منم معرفی کنم دیگه، منم گروه من این هر کار دوست داری بکنم، کارهای محیرالوقوع و عقول بکنیم. در این برنامه خانم مهسا هستن با ما، بدلکار سینمای هالیوود و در ایران چه فیلمایی حتی ریش داشته در ایران. بعدا خواهیم دید. آقا سر بزن به افتخارش. خانم بشرا قصه گو، به افتخارشون. و البته ایشون کی میتونه باشه؟ کوروش کبیر با ریش، خردادیان دیگر. در برنامه ما مسابقه رفتیم، کلی حرفا داریم با شما بزنیم. و در این دو سوی میدان جشنواره‌ای داریم، جشنی از مکزیک، از آمریکای جنوبی. و در این قسمت چیزی که حالا با اونتو ندیدیم، برو بریم دیگه. بیا کیف کردین، صورت عوض کردن از یک ثانیه، ولی برنامه رو، برنامه نوروز بی بی سی رو ادامه میدیم. بار دیگر آغاز میکنیم با گروه 25 Band. بهترین معماری تاریخ، ایرانی و یونانی و رومی، دریا به دریا عاشقت هستم، اصلا تو اقیانوس آری. ای جان جانا دوستت دارم، بالاتر از جان دوستت دارم، دریا به دریا عاشقم با تو، هر جای دنیا جهان. وقتی که غمگین است، تنها دوای درد ما عشق است، باید همه عاشق شویم، عاشق که بهترین دین جهان است. حالا ای جان جانان دوستت دارم، بالاتر از جان دوستت دارم، دریا به دریا عاشقم با تو، هر جای دنیا عاشقم با تو. ای جان جانان دوستت دارم، بالاتر از جان دوستت دارم، دریا به دریا عاشقم با تو، هر جای دنیا عاشقم با تو.
عاشقتونم. سال نوتون مبارک پیشا پیش. خیلی عالی، سپاس. گروه 25 بند. و حالا جناب خردادی هم خیلی خوشحال شما رو میبینیم. حتی دو نفر میبینیم جای نفر. یکی این نفر، یکی هم یکی نفر. و جالبه اگه دقت کنید یک ریشی هم بر این صورت هست. این خالکوبی داستانش چی بود؟ شما براتون من همیشه عاشق کوروش بودم. اگه قراره کسی رو بپرستم کوروش کبیره. 2500 سال پیش پدر ایران بوده و خواهد بوده. همین چیزایی که نمیخوام بگم. من آخه بقیه شو دستمه. یه چیزایی دیگه اون زیر نداری؟ نه من دیدم عکس خود کوروش کردم. عکس کوهندن اینجا داری تیشه اینجا پندار نی گفتار نی کردار نی. حالا یه دفعه دیگه لخ میام اینجا 1398 رو بزنی میزنی 1398 با فربهر فربهر. و امسان هم شما شروع کردین کار کمدی بکنین؟ نه آره، من به زودی میخوام استنداپ کمدی بکنم، یه ذره رقص و کم رنگ کنم. چرا؟ بیشتر شما رو بخندونم. دیگه سنه داره میره بالا دیگه. چقدر میره بالا؟ نردبان چقدر شیر زیاده؟ دوم اسفند گذشته، یعنی 27 روز پیش شد 62 سالم. بگو بچه‌ها. و تنه نر میدارن، یک کاره که من نمیتونستم اصلا. هم نیاکن حد اکثر رو ببینیم. حد اکثر رو نه، من میتونم برات پا رو باکنم. دست من بگیرم. اینم واقعیت. حتی شعبان هم تنگیه. تو پاره میشم. بله. به حال خیلی خوشحال شما رو میبینیم. مسابقه رقص. بله این مسابقه رقص من بذاریم برای قهرمانان وطن. جایزه شون چیه؟ جایزه شون رو بعدم بهشون میگم. شاید به خاطر اون اصلا نرقصن از این به بعد. ولی کاری که میخوایم بکنیم با آهنگ بعدی من آقای خردادیان میام و دختران پسران رو انتخاب میکنیم برای یک خوب میرقصن و قبل از سال نو ما مسابقه نهایی رو خواهیم داشت و برندش رو یه کاری میکنه خواهیم دید. جایزه برنده خواهد داشت. برنامه رو ادامه بدین. سال نو، جشن نوروز رو با یکی از آهنگ های شاد، خواننده ای که منتظرش بودیم بالاخره رو صحنه ببینیش. این شما و این آقا من میخواستم بگم افتخارش. چیز دلم تو رو که میبینم به تر مرتب میریز دلم فکر و نظر دل بگنم اونم با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت به دنیا پشت باز همین یه شما را بیام به خاطرم تا بیام آخه بگو این همه ناز و اشمس کجا بیام قرار بیس من یه تنه دلم برا چور بزنه اصلا چرا آدم باید حرفای ناجور داشته باش کنم تو هم یواش یواش کنم قلب منو ببر ولی دل بسوزون براش کنم چجوری عزیز دلم شدی همه چیز دلم تو رو که میبینم ات هر مرتب میریزه فکر کن ازت دل بکنم اونم با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت بدون گذرم تو میگشت دلم دل بده به موقعش به دلم به تو وفادار تو هم حال بده تا تش بزار این را به ترم چش بزنم جایی نرم یا اگه داریم میری دیوونه تنهای عوامو داشته باش کنم تو هم یواش یواش کنم قلب منو ببر ولی دل به سوزون براش کنم چجوری عزیز دلم شدی همه چیز دلم تو رو که میبینم به تر مرتب میریزه فکر کن ازت دل بکنم اونم با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت دستم و نبارم موسیقی
سال نوی همگی مبارک، امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی باشه، امیدوارم هر سال شاد باشین، هر سال با خوشحالی سالتون رو شروع کنیم. به افتخار ادی. ادی خودم رقصت خوب بود ها؟ رقصم؟ یه اینجوری اومد. من اصلا من اول آوردن اینجا واسه رقص دیدن صدام خوبه گفتم بخوب. میکروفون از من دسته. به افتخار ادی بازم میبینیمش. بریم صحنه خواهد اومد. و خوانندگان دیگری که زار خشم مرواری با ما خواهد بود. باران و بسیاری دیگه بری قبل از اون آیه خردادیان ما یه سری انتخاب کردیم خانم شما یه سبسوش هم بیان اینجا من فکر کنم آقایان تقریبا زورکی کشتن چون خیلی اون حرکت حماسیه که هواپیما رو میرفتن یکی به من رب نداره عزینا نه عزینا شما فرق بودیم و ها ایشون رو حتی من آوردم دیگه بین چی بود که من ایشون هم آوردم چون حداقل پالتو نه با دو تا حرکت گفتم ایشون ولی من انتخابمو کردم نه انتخاب نمیتونی چون یه نهایی داریم حتی اون بچه ها اصلا من رقص فارسی چیه ایرانی چی هم آوردی اینا فقط دیسکوی بلدن یه دیسکوی بیا آها ببینی اینا این حرکت رو ببینی اینا پلیس میگیره تو خیابون از کی برداشته؟ ایشون میگن که از شما برداشته خانوما میگم نه پس از شماها برداشته. برداشته چی رو رقص و؟ اصلا نفهمیدم چی گفتی. منظور از انتخاب من شما رو تو گفتی تو رو انعامم کف دست من گذاش آوردمش این بالا. پس آقای خردادیان قبل از سال تحویل با این عجوبگان رقص رامشگرانی که از زمان هخامنشیان منتظرشان بودیم این حرکاتو میبینی محیرو بگوله آها یک دیگه هم برو خواهر رقصید انتخاب میکنیم یک جایزه بهشون میدیم که دیگه ایشون هم نرقصن ولی قبل از اون کسی دیگه نداریم خوب کسی دیگه نداریم نه بیا خب دیگه چه خیلی نه نه بلا نمیکنن خب جشن نوروز بی بی سی رو ادامه میدیم با سلطان صحنه سلطان قلب ها عارف
کش خروس میخونه دنیا باش مهربونه. خدا ای خدا ای خدا اما به وقت پیری بیار و بی نشونه آدم تنها میمونه. ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ممنون و متشکر. من خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم قشنگترین درودی که من میتونم به شما بگم، قشنگترین تبریکی که من میتونم به شما بگم اینه که میگم کی بهتر از تو که بهترینی. که آهنگ بعدی خواهد بود ولی قبل از آن دو کلمه بعد نرخصیم. نه آقا ما دو کلمه صحبت داشتیم. نه نه بعدیش بگیم افتخار عارف. تو قلب من با که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدی ها بخشیدنی بود، چرمه تو چشمات بوسیدنی بود. همه عوازت جا مونده پیشم، من به کم از تو را دیده میشم. دیوونه عشق و هستی آن تو چشم من با تا که ببینی به چشمای تو چگرده با من. مدرقه کردم تنهایی آم کسی شنیده شاید دام کجا منو روی ماه تو کجا لبای بوز خواه تو. بهتر از تو که بهتری تو با زیبای روی زمینی. تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدی ها بخشیدنی بود، چرمه تو چشمات بوسیدنی بود. همه عواطف جا مونده پیشم، من به کم از تو را دیده میشم. تو پا میذاری تو خونه من، تو عاشق میشی رو شونه تو ما دیوای روی زمین. تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدی ها بخشیدنی بود، چرمه تو چشمات پوسیدنی بود. همه عواطف جا مونده پیشم، من به کم از تو را دیده میشم. چکر ممنون. بهزاد میخواست یه چیزایی بگه. الان شما بگین. میگم من راننده شما خواننده. حالا بنه خواهش آیا آره من با شما کارهای زیادی داشتم. چرا؟ خب برای که خیلی اتفاقا برای شما افتاد. امسال شما رفتین دبی فوتبال دیدین. آره جریانش نبد میدید. نبد میدیدم. چرا ما ندیدیم؟ من دل ندارم. من بعد مدت ها تصمیم گرفتم برم
و این فوتبال رو ببینم و یه حسنی که داشت، من یه دامادی دارم به اصطلاح همسر داماد بس. و پدرشون تلویزیون پارس رو دارن. داستان خیلی طولانی، حال کاری ندارم، وقت داریم بگیم آره. این آقای جعفر که بهش ما جیف میگیم به من گفت من یه قراردادی بستم برای پخش مستقیم بازی‌های فوتبال آسیایی در امریکا. دیگه ایشون گفتن که من میتونم بهترین تیکت رو بر شما بگیرم که بری ببینی. منم دبی بودم دیگه، منم رفتم بلیط گرفتم و دیدم که مال من نوشته وی وی آی پی، یعنی دیگه خیلی خیلی به افتخار وی وی آی پی. رفتیم تو من دیدم که یه جایگاهی هست که شیشه‌ای قشنگه، من باید میرفتم اونجا میشستم، ولی دیدم اونجا رو دوست نداشتم. یه پله اومدم پایین‌تر نشستم، یه دفعه دیدم یه آقایی با من دست میدن. نگاه کردم دیدم تمام سران فوتبال، فدراسیون فوتبال ایران اونجا نشستن. خب من البته اونورتر میشستم، تو عراقی ها بودم، خوشبختانه تو ایرونی ها نشسته بودم، ولی چقدر برامون حرف در من بدبخت. یه فوتبال رفتم تماشا کنم ببین چی شد. نتیجه اخلاقی این که اگه بلیط خواستیم پیش آقای جفری باید بریم به جایش. جناب آقا خیلی خوشحال شما رو میبینیم. نه هنوز یک چیز دیگه داریم، هنوز یه سوال دیگه دارم. امسالی که گذشت چه سالی بود؟ سالی که گذشت چه سالی بود؟ بله. چون هفسین اون دیگه چه کوچولوه، به خاطر تحریما کوچولوش کردیم، گفته امکانات نبود آخه. آره نمیدونم، هر سال روی یکی از حیوانات میچرخه، یه سال موشه، یه سال نمیدونم، یه سال خوکه. خوکه خب دیگه داستانش رو می‌خوایم تعریف کنیم. نه نه پولدار میشیم دیگه همه. خوک بشه دیگه، قلک خوکی‌ها رو دیدین پول می‌ریزن توش. ان شاء الله که همتون اول از خدا سلامتی بخواید، بعد سالم که بشین کار می‌کنین پولم در میاریم دیگه. هر چی شما بگی ولی پول اول. خیلی متشکرم. یه آهنگی داره که خودتون هم خیلی دوست دارین، کار فلوت قشنگی هم هست. آره تنظیم زیمای رامین زمانی، اگه میشه برام بخونین آهنگی که در وصف کوچولویی خوانده شد. بله عرض کنم که این ترانه کوچولو من برمیگرده 40-50 سال پیش. اون زمان‌ها بچهای کوچولو این آهنگو دوست داشتن، کوچولو کوچولو، و پدر مادرام این، ولی البته شعر عاشقانه است، اصلا ربطی به بچه‌ها نداره. ردی بریم. بردم از دست تو دیگه بس دو روی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، به ساله یه آهو کوچولو پریشون میکنی منو، چون گیسویم از این سو به اون سو کوچولو. خدا دو چشم و دو ابرو کوچولو، تو چشمام نگاه کن، بارونه پشت شیشه، تو دلم آتیش کوچولو، آب منو سوزوندی میونه آتیش نشوندی، واسه یه همیشه کوچولو. منو با قرونم دنباله کشوندی از این تو به اون تو کوچولو، خدا رو دلم رو به بازی گرفته دو چشم و دو ابرو کوچولو. Por no de no, de la tinta de fuego.
ben havai le ben hasaro o ti شما رو میبینیم آب بیخوری بوست نکنی کسی رو بعدن میبینیم اتون دوباره یه بار دیگه میان رو صحنه یعنی میگی برم الان بریم ولی دوباره بیاین دوباره بیاین بله ولی برای این بعد دوباره بوست کنین همه حالا که خارج از نوبت یا انگی رو خوندیم باید. نه خیلی خوب بود برم خانم آقای میبوسم به افتخارشون سپاس آقای آره ممنون حالا صحنه رو خالی کن آقا چیزی خورده شما؟ نه ما با هم دیگه تصادف کردیم موقع راست خیلی ممنون از همگی خانم الهام از خوانندگان این کشور هستن خواننده سبک اصیل آلبومش اومده بیرون به افتخارشون امشب نمیخونن سال دیگه خواهم خوند پسرتون هم اینجا هستش که تازگی ها عمل کرده و صندلی شهر به افتخار ایلیا خب بریم حالا این بر صحنه خیلی ممنون بچه‌ها صحنه رو خالی کنید قهرمان مجلس بیاد به افتخار مهسا که نمیدونیم چیه ولی بعدا میفهمیم وای خوش به حال من که دارم باهاش صحبت میکنم مهسا جان خیلی خوش اومدی برنامه ما مرسی که منو داشتی آن آن گل نارنجی که دادی نه واسه خودمه پژمرده میشه تا آخر شب خب مهسا جان خیلی خوشم تو میبینی مهسا از بدلکاران ایرانی هستش از اون آدم حسابیا تو فیلمای جیمز بوند بازی کرده تو همین کشور تو ایران هم پریده از جاهای عجیب خوشم حتی آتیش زده دو سه بار به افتخارش اصلا مثل گربه نقط جون داره خب مهسا تو از الگوهای ما هستی در زندگی ولی نتونستی از وقتی من تو رو میشناسم منو ورزشکار کنی ولی امیدوارم در آینده اتفاق بیفته تو قهرمان ژیمناستیک بودی تو ایران از داستانت بگو برام در یک خط نه خب مهسا احمدی هستم بفتن چطور شد داستان این که وارد بدلکاری شده که میگن استانت این خارجی ها چی بودش؟ آهنگ دراماتیک هم دارم میزنم من 11 سال قهرمان سابق ژیمناستیک ایران بودم از تا چند سالگی؟ تا 18 سالگی بعد 17 سالم بود که بدلکاری رو شروع کردم تو ایران اولین و تنها زن بدلکار ایران بودم تا 3 سال پیش تا سال 2015 بنده جایزه بهترین زن بدلکار سال شدم به افتخارش که میشه سال 94 خودمون فکر کنم مهر 94 اومدم امریکا جایزه هم بگیرم جایزه هم گرفتم بعدش دوتا جاب آفر خیلی خوب گرفتم پیشنهاد کار داشتی؟ کمپانی خیلی بزرگ و اون فیلم های معروفی بود تو اینجا بازی کردی؟ آره سریال های خیلی معروفی Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Nation, Last Sheep چطور میکنی؟ نقش مردگان یا نقش چی بودی؟ پلیسی که آدم ها رو میگیره چی بوده داستانش؟ پرت میکنی خودت از جایی؟ ما قسمت های اکشن رو یا بدل خود بازیگریم یا اینکه خودمون نقش اکشن داریم یعنی خودمون بازیگر اکشن اون سین هستیم یعنی بزن تو ایران هم نقش آقای رو حتی بازی کردی؟ خیلی آقا ها رو باشه آره یکی که ریش هم گذاشتی اسمش شهرزاد فکر کنم همه دیدن سریال شهرزاد دیدی شهرزاد سیزن 1 اینا همه اینترنتشون قویه پر سرعت میتونم ببینم خوشحالم تو هتل زندگی نمیکنم مثلا وقتی که اومدم اینجا سریال شهرزاد عالی جناب رو داشتم کار میکنم که دیگه اومدم اینجا تموم شد دیگه تموم شد با ما هستی یه کارهای بلدی که خیلی عجیبه نتونستین فراموش کنی و اونی که تو میتونی بری روی بال فیکس با یه نفر دیگه بعد لباستو عوض کنی که صحنه‌شو دوست دارم ببینیم اینجا چرا میخن آخر جدیه با... نه فقط کتمون رو عوض می‌کنم کارهای عجیب دیگه هم میتونی انجام بدی که الان جاش نیست دفعه بعد بکنیم توی مورد دیگه با هم دیگه و میتونی روی دستش تا مدت ها را بره میگن تا شاب دلزیم هم حتی میشه رفت درست میگه اگه بیای آره
آیه ما برای کار خواهیم دید به افتخار مهسا. مهسا ببینم تو قرار بود کنار من رو دستت رو بریسوختم. من رو دست رو بر تو اگه بکنی نه با هم دیگه تنها نمی کنم. کلام باید با چیز آداس می چسبید. یه حرکت بکن. پترز راهیه هیکم. آها یکی از همکاران شما هستش بفرمایید. برو دست چطوری میتونین راه بریم؟ اوکی. You want to try hands? بله من رو دست بچه ها میخوام راه برم. I can't lose my hat. So I have to do one hand. نه شما برو تا من بگم تو برو. اوکی let's do. اصلا نمیتونم کم. بذاری بعدا انجام میدیم. من باید کلامو عوض کنم. I will do it later. اشاره یه نقله. باید کلاگیز دیگه بذارم. و حالا برای اولین بار در بی بی سی باران. خیلی ممنون باران بسیار متشکرم چه لباس زیبایی به سبز باشیم همیشه سبزی بیاریم خورانی بچه ها خیلی ممنون از همگی شما thank you so much من یه چیزایی در مورد باران فهمیدم که خودم نمیدونستم اینکه تو واقعا در اصل از سن خیلی کوچیک یعنی اصلا دیگه خیلی کوچیک تو اولا خواننده بودی و حتی زیرزمینی تو آهنگای زیرزمینی حتی میخوندی یعنی واقعا عجیبه بسیار عالیه و این آهنگم که حتی خوندی آهنگی بود که بعدها بعد از اینکه حتی یه آلبوم بیرون دادی و چون سنت کم بود یه شرکت خارجی گفت دیگه نمیتونی بازی این داستانش چی بود کوتاه در یک خط
خیلی سنم کم بود، هنوز آمادگیشو فکر کنم نداشتم. اون مسئولیت این که بتونم یه آلبوم بدم بیرون تو مارکت خارجی رو فکر کنم نداشتم و خب پدر مادرم اینو فهمیده بودن، خودم نه اون موقع. الان میدونم. و جالبه که تو اول زبان فرانسوی اصلا بلد بودی و کردی و فارسی رو اصلا توی آهنگا یاد گرفتی. بله بیشتر تو همین اتفاق همین اولین آهنگم که رکورد کردم با پیام شمس عزیز. بله پیام شمس اینجا هست. بله آهنگ معروفه تو من قشنگ یادم. مرسی. بله این اولین آهنگ منو پیام بود و که واقعا دستشون درد نکنه و همیشه هم برای من این آهنگ یکی از بهترین آهنگام میمونه. و البته یه آهنگ دیگه که من خودم دوست دارم صد بار خواهد بود، اونو میخوام با هم دیگه بشنویم. دمت گرم. داستان چیه؟ حتی خودت یه بار به من گفتی که من آهنگایی که میخونم تمای غمگین تره. حتی جدیدترین آهنگت که در حساب جهنم بود حتی لعنت، یعنی بچه گوش میکنم حال میکنم. داستانش چی؟ دیگه خب حس خودته؟ حس خودم نه، هیچ ربطی به حس خودم نداره در واقع آهنگایی که میخونم. شاید بعضی موقع یه تیکه هایی حالا، ولی خب بیشتر عشق دیگه. همیشه هم عشق نباید به هم رسید. قشنگیش که همیشه به این نیستش که. جدی میگی؟ من اینجا فکر میکنم تو باید 40 سال زودتر به من. خب واقع بین که نگاه بکنیم، خب همیشه همه عاشقا که به هم نمیرسن. میگن دخترها واقعا عرقشن از پسرا بیشتری، شکی درش نیست. همه میدونن، حتی آقایون خوششون نمیاد از این جمله. ولی یه سری آهنگای جدید داری که الانم داره بیرون میاد. بله. کاملا تمش فرق خواهد که آهنگای شاد خواهد بود دیگه. بله بله درسته. ولی ما دست هم دیگه رو میگیریم به یاد عشقایی که سه نقطه آهنگ گوش میدم. من خودم عاشق این آهنگم، یکی از آهنگایی که واقعا من دوست دارم. افتخار باران و آهنگ لعنت. باز میپیچه صدا توی گوشم، دارم اینجا
باز بیا عاشقم شو دوباره دوباره. بی تو میمیره اینجا به زودی، اونی که کل دنیاش تو بودی. خیلی خسته است به این دور یاده نداره. حسی که نذاشته هیچ کسی به جد بیاد، یکی که تا همیشه پشتت تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره. لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم، به من که زندگیمو پای تو گذاشتم، همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره. مرسی. افتخار باران و افتخار پویا. افتخار باران خیلی خوشحالم با ما هستیم. مرسی هستم. پویا وارد نیروی در کره زمین شده که مواظب ما هست. اوه خیلی داره. پویا شبا نمیخوابه تا صبح که چشمش به ماها باشه در خیابونها. به تبریک میگم، تو وارد نیروی پلیس شدی اینجا. واقعا عجیبه نه؟ اول خواننده ایرانی که یعنی اینقدر موسیقی فایده نداشت یا پلیس شد که مچ ما رو بگیره. آقا مچ ما رو نگیری. ولی واقعا برای من جالبه این تصمیمی که گرفتی پویا جان در این سالی که گذشت. آقا برو گرفت بیا اینو سند. میدونست که من یک قرون بدهی دارم. آقا راستی دستمند چطوری باز زد؟ یه سیستم داره. بعد برنامه بهت میزنم. نه الان بزن اینا بخندن. اینقدر دوست دارم من خیلی بشم. میگفتی میآوردم. یه دونه از این دستمند هست تو شست درسته؟ نه اون حلقه ازدواج میره. اون حلقه ازدواجه که برام خیالمون راحت شد. یکی دیگه مثل ما تنهاست. خواهش میکنم پویا یکی از آهنگای بسیار زیبای امسالش رو برامون مینوازه. کرته یه خورده جرم داره جای دیگه دنیا. به افتخار پویا. سپاس. مستم کنیم شب ساقی کجایی، پر کن بنوشم بر من دوایی. از پیک جانش امشب خرابم، حسی ندارد این استفانه. یادت گرفته هر شب خواب از من، جونی نمونده واسم دوری و بشکر. چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبا، تا سحر بیدارم تا خواب چشمان. یادت گرفته هر شب خواب از من، جونی نمونده واسم دوری و بشکر. چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبا، تا سحر بیدارم تا خواب چشمان. در تمنا هر شب از تو جوابی، اما تو سر در دای بعد از شرابی. از گفتگوی زلفت حالم خرابه، عشقوبه اما بی تو تنها عذابه. مستم کنم شب ساقی کجایی، پر کن بنوشم بر من دوایی. از پیک جانش امشب خرابم، حسی ندارد این استخانه. یادت گرفته هر شب این خواب از من، جونی نمونده واسم دوری و بشکر. چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبات، من تا سحر میدارم تا خواب چشمات. یادت گرفته هر
شب این خوابو از من جونی نمونده باسم دوریو بشکن چیزی نمیخوام غیرت لبخند زیبات من تا سحر بیدارم تا خواب چشمات شب از تو جوابی اما تو سر دردای بعد از شرابی جز گفتگوی زلفت حالم خرابی عشق خوبه اما می تو تنها عذابه مستم کنم شب ساقی کجایی پر کن بنوشم بر من دوابی از پیک جانش امشب خرابم حسی ندارد این استکانم یادت گرفته هر شب این خواب از من جونی نمونده باسم دوری و بشنم چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبات من تا سحر بیدارم تا خواب چشمات یادت گرفته هر شب خواب از من جونی نمونده باسم دوری و بشکر چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبا من تا سحر بدارم تا خواب چشم افتخار گویا مرسی سپاس خیلی ممنون متشکرم باز میبینیم از صحنه افتخاره حالا دست بزنید برای اتفاق بعدی بسیار عجیب و غریب خواهد بود. ببینید نوروز در آیین باستان و هفت‌سین داستانهای دیگه میگن میتونه داشته باشه و در اصل زمان نوروز به خصوص در ایران باستان آتیش روشن میکردن به خصوص روی پشت بونا حتی و جلوی خونه یه جوری که انگار فرا میخونن فروهر نیاکان رو انبات رو دست رفتگان رو که بیان به خونه ما دو هفته با ما باشن سفره هفت‌سین رو براشون چیده بودیم مهمون ما باشن این یکی از فلسفه های روز نوروز هستش که اون آتیش جدا شد چهارشنبه سوری اصلا یه چیز دیگه شد حالا داستان های مختلف داره و در یک جای دنیا هست که خیلی شبیه این رسم رو دارن یعنی روزی رو دارن که به یاد درگذشتگان و اون خیلی زیبا جشن میگیرن ما هم میخوایم نگاهی بکنیم به این جشن استثنایی مردم مکزیک و آمریکای مرکزی جشن اموات که فراخانه و یادی کنین از درگذشتگان خودمون به این روش با موسیقی، رنگ و زیبایی
شد. Thank you. و در مکزیک لباس‌های عجیب غریب و زیبا رو می‌بینیم، شما می‌بینید. به این شکل در میارن خودشون، خیلی کار قشنگ زیبا هستش. اواخر میگن مثل این ماه آبان اون موقع خواهد بود که معادلش با هالووین. It's close to Halloween. It's November, isn't it? And what is it called? Dia de los Muertos. Dias? De los Muertos. حتی قراره اصلا حرف نزن به خاطر ما اینو گفتن. سپاس از این زیبایی که برای درگذشتگان به این شکل خاطراتشون رو بیاد میارن. به افتخارشون. خیلی متشکر. و جو رو عوض میکنیم، شما هم نریم بد نیستا. این از زمان آستکا البته این رسم بوده که مردمان باستان آمریکای جنوبی هستن و این لباس زیبا رو ایشون طرح کرده برای این برنامه و برنامه خودشون. به افتخارشون دوباره. و حالا در این سو آماده هستیم برای یک رقص قشنگ ایرانی. ادی عطار میخواند بار دیگر. Somebody come on. نگاهم تو نگات گره میخوره واسه تو میزنه قلبم داره واسه تو میکوبه نگران ترزانیه و هر شب نگار دل تو هم مثل دل خودمه حس تو مثل حس خودمه هر وقت کسی آرو نمیگیره بیقراری میکنه تو برگرد بی تو دلم جا شوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده به قلبم مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تا تو شدی باشم بیارم عزیزم مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تا تو شدی باشم بیارم عزیزم The sound of that keyboard there. نمیخوام دیگه هیچ کس و غیر تو تصمیمم اینه نرو تو چه میدونی حسام بیا برگرد با دل تو هم مثل دل خودمه حس تو مثل حس خوب منه هر وقت نیسی آنو نمیگیره بیقراری میکنه تو برگرد بی تو دلم چه آشوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده تو قلبم بی تو دلم چه آشوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده دستم علم 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 مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تو تو شدی با شبیهم عزیزم مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تو تو شدی با شبیهم عزیزم Take it away Hamid دستم علم نمیخوام دیگه هیچ کس و غیر تو تصمیمم نمیده نرو تو چه میدونی حسام بیا برگرد با دل تو هم مثل دل خودم حس تو مثل حس خوب منه هر وقت نیستی آروم نمیگیره بیقراری میکنه تو برگرد بی تو دلم چه آشوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده به قلبم تو دلم چون شوبه با تو من دلم خوبه از اول اسم تو بوده به دست منه مثل تو ندیدم دل تو خریدم عزیزم تو تو شدی باشه بیارم عزیزم مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تو تو شدی باشه بیارم عزیزم Take it away
هیچ کس و غیر تو تصمیمم امینه نرم تو چه میدونی حسم بیا برگرم و دل تو هم مثل دل خودمه مثل تو مثل حسود منه هر وقت نیستی رو نمیگیره بیقراری میکنه تو برگرم بی تو دلم چه آشوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده به قلبم بی تو دلم چه آشوبه با تو حال دلم خوبه از اول اسم تو بوده دست و بالا مثل تو ندیدم دل تو خریدم عزیزم تو شدی با شبیه هم عزیزم مثل تو ندیدم عزیزم دل تو خریدم عزیزم تو شدی با شبیه هم عزیزم سلام بیبی بازم هستی مرسی از بچه های بند عزیزم مرسی افتخار هدی میبینیمت خیلی ممنون شما رقصیدین شما با کی دارین صحبت میکنین غریبه نباشه دفعه تو فیلم بیفته شما کجا میرین شما برین خب شما هم برو حالا یکی که اصلا نرقصید همکار عزیزم که دانشمنده در علوم جانداران بفرما رو صحنه خواهش میکنم جانوران و جانداران چه فرقی دارن اونا ور میرن اونا دارن جانداران جانور هستن ولی جانور یعنی جانوران جاندار هستن ولی جانداران لزوما جانور نیستن این خیلی نکته مهمیه اشکاش یه جایزه براش می‌ذاشتیم که اینجا میبخون می‌خندیدین جاندار شناسی و فرقش چیه اون و... یعنی جو یعنی جاندار میتونه گیاه هم باشه ولی جانور که گیاه آها آها آه بعد آها درس واقعا این دستا رو باز کنین یه دست کوچیک بزنید بسه خیلی ممنون امسال در تقویم مغولی که زمان حمله مغول‌ها به ایران همون زمان مولانا هم بود پیش اومد این تاریخ سبک مغولی یا چینی وارد ایران شد که هر 12 هر سال به جای هر ماه هر سال یک بابا این همه چیز توضیح داده امسال سال چیه؟ امسال سال خوک چینیه مبارک افتخارش افتخار خوک افتخار خوک خب تو میتونی ما بگی که از خصوصیات خوک چی هست؟ ببین ما که تو ایران درس میخوندیم مرغ و خروس و توتی و ماهی و مرغابی هیچ فرقی با هم نداشت نه ولی خوک حرفی ازش نبود به دلایل واضح ولی من یعنی اطلاعاتی که میگم از کتابایی نیست که تو دانشگاه خوندم از گوگله آها از جز... یعنی حتی خودت تو دانشگاه نخوندی نه اینقدر حظ بوده ندیدم نه ندیدم نه شنیدم نه دست دادم هیچ و هرگز ایشون بعد از انقلاب درسم درس خوندم من با خوک اون ایموجی اون شکلکای تلفن بود که دماغش بود عجب برای خصوصیت خوک چی از ما یاد دیدی؟ جالبه رژیم غذایش رو خوک نگه میداری یه جایی داشتم میخوندم که یه مدتی که پرخوری میکنه بعد کمخوری میکنه جدی میگی؟ آره یعنی خیلی بسیار حیوان باهوشیه و تو غذا با انسان رقابت میکنی اگه یه بشقاب پلو خورشت قرمه سبزی رو بذارین جلوش انسان باشه اون باشه اون ممکنه دوتر از تو باشه و میدونی وزن خوک چقدره؟ بالات بگم زشته خواستم انزه خودم میشه متوسطه یعنی یه خوک متوسط اندازه پیانو جدی میگی؟ 300 کیلو مینیموم حد نه نمیشه چرا میشه گوگل اندازه چمدونه گوگل دروغ گفت اون سیفش خوش رفته عوض کرد اطلاعات و بعد دیدی که خوک به نظر شما حیوان تمیزی یا کثیفه تمیز یا کثیفه نه اتفاقا خیلی حیوان اصلا دو نفر جواب دادن فقط مثلا گوش نمیکنن اونا میگن کثیفه اونایی که میگن تمیزه گفتی به بگن به بگفت ولی خوک اتفاقا حیوان وسواسیه و دلیل این که خودشو میره تو خاک به قول سندی میپلکونه اینه که تمیز باشه نه گرمشه گرمایی و میخواد اونجور خودشو آرامش بکنه به هر سال چینی هستش سال خوک این فانوسا رو از چین فرستادن گمرکش هم دادیم میبینی این خوک خندانه اینا رو میدین دست شما اینا فانوسه بسیار زیبایی که میتونید دونه دونه روشنشون کنی برای یک حرکت بسیار زیبایی که بعداً خواهید دید در این برنامه یکی از نمایش‌های باستانی چین که در این روزها در روزهای نوشون اجرا میکنن رو خواهیم دید اینو شما داشته باشید دوتاشو؟ هر دوتاشو داشته باشید شما شما از دو نفرم هستیشون سال فیل بود من اصلا و اینک در این برنامه نوروزی هنگامه
خاطره ها شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها بگو تو هم خسته شدی مثل من از فاصله ها با هر قدم برداشتنه فاصله بینمون نشست لحظه ای که بستی درو شنیدی قلب من شکست یادت بیاد که من کیم همون که میمیره برام همونی که دل نداره برگی بیفته سر راست نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها از کی داری تو دور میشی از من که میمیرم برام از منی که دل ندارم برگی بیفته سر راست نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها از کی داری تو دور میشی از من که میمیرم برو از منی که دل ندارم برگ بیفته سر راه از کی بگیرم حتی یه بار سراغ تو دارم حسودی میکنم به آینه اتاق تو کاش جای اون آینه بودم هر روز تو رو میدیدم اگر که بالشت بودم هر لحظه میبوسیدم نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها از کی داری تو دور میشی از من که میمیرم برو از منی که دل ندارم برگ بیفته سر رو نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره ها از کی داری تو دور میشی از من که میمیرم برو از منی که دل ندارم برگی بیفته سر راه من کار دارم با هنگامه صبر کنید عیدی نیست البته حتما من به شما عیدی بدم آره نه من خواهش نه تارون نکنید سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم اونایی که این برنامه رو میبینین اونایی که اینجا هستین لطف کردین اومدین انشالله سال آینده سال خیلی خوبی برای همه ماها باشه هر سال بهتر و بهتر البته اگه روشش هم بگیم ما خیلی خوشحال میشیم روشش اینه که آدم با امید زنده است به نظر من ما الان خب شرایط سختی اونایی که ما خارج از کشور هستیم ممکنه مشکلات ایران رو لمس نکنیم ولی حس میکنیم من فکر میکنم آدم با امید زنده است و عید نوروز یکی از روزایی که همه ما ایرانی ها باید باش جشن بگیریم وضعیت خرابه میتونین با یک گل قشنگ خونتون رو تمیز بکنین یه ظرف شیرینی بذارین خوش باشین خانواده دور همدیگه باشین این خودش یه لذت برکت و شادی رو به خونتون بیاریم ما هم به عنوان هنرمندای لباس نو بپوشیم ما هم به عنوان هنرمندا و کسایی که خارج کشور هستیم این وظیفه رو داریم که شادی رو بیاریم توی خونه های ایرانی های عزیزمون حالا من میگم من یه آهنگ شاد دیگه بخونم شاد بخونی؟ بخونم من یه چی بگم من همیشه شانس اینو دارم که شما رو تو عیدا میبینم از اولین سالی که شما خوندین بعد از اینکه از گروه پرواز جدا شده بودین و آهنگای تکی خودتون شروع کردین تو دبی تا امروز دقیقاً منم همین خاطره رو با شما دارم بسیار میگم آهنگ
یاد هیچ کس دیگه. من عاشق این آهنگم. نرقصیم ها دیگه خدا. آره. هنگامه چه رقصی کردن می از این بیشتر بده هیلی لیلی یه خورا قندم بسابیم بیان عروس و من شما دیر اومدی ای بابا این مسئله حتما پخش میکنم مطمئن باش شما تا آخر بمونی اینجا من دو تا پخش میکنم خواهش میکنم صحنه رو ترک کنی این فانوسا کونده فانوس قشنگه چراغا رو میخوام کم کنیم فانوسا رو اگه شد ببینید اگه باتریش از کار میکنه این فانوس ها که در همش روشنه اینو بدن نشون بده آها یه ذره معلومه این فانوس سال نو چینی هستش سال خوک ولی یک نمایش بسیار استثنایی می بینید که تا حالا نخواهید دید یک نمایش باستانی چینی رقصی عجیب شگفت انگیز چهره های متفاوت اینجا سودمند است به افتخارش
اجرای جدیدی بوده از یکی از آهنگای ادی عطار و مروارید که شده کار بسیار عجیبی بود، ماسکشو میتونست عوض کنه و حالا اون مروارید بود زیر ما. حالا چراغا خاموش شد، چه اتفاق من ممکنه بیفته؟ میخوایم بریم در یک حس آرامش زیبا. مروارید و ادی، آهنگ آرامش. ثابت کرد با همه فرق داره، ثابت کرد مال منه، دنیا ما زیرا رو کرد چشماش، درمون حال منه. دل واپس میشه برام، چی بود آخری؟
خیلی ممنون. عید شما مبارک باشه. مرسی. عید شما مبارک. خیلی ممنون ما بودیم. مرسی. عید شما مبارک. در ضمن بچه‌ها مزوجن، همسر هستن. چه شما ازدواج کردید؟ ما پارسال 7 8 ماه پیش دیگه من گفتم دیگه بسته دیگه. دیگه ظرفا رو گوشی بسته. من میشورم. خیلی واقعا. من واقعا ظرفا رو من میشورم، آشپزی رو ایشون میکنه. نه جورابا رو که میدوزه. جورابا رو من میدوزم، مروارید اتو میدوزه. نه ولی خب خیلی جالبه. فکر کنم این با هم بودنتون بعد از ازدواج حتی بهترم شد همه چی برای هنر. شما کار جدید داری میدی بیرون؟ بله، آلبوم جدیدم تازه اومده بیرون. دقیقاً. یکی از آهنگایی هم که امشب براتون میخونم ادی عزیز برام نوشته. بابا چه هنرمندی. بله. پس چرا فکر می‌کنی من باهاش ازدواج کردم؟ من فکر کنم به خاطر چهره زیباشه. خب اونم به خاطر قلب بزرگم. الان فهمیدم به خاطر ای کاش به خاطر قلب بزرگم. بها اگه من بودم به خاطر پول شبوت ازدواج یا به خاطر ماشین قشنگ. خیلی ممنون که اینجا هستین. مرسی از شما. شما پیام نوروزی برای زوج‌ها داری که با هم هستن؟ خانم مروارید بفرمایید. در ضمن مروارید پرستارم هست. بله. یعنی واقعا درود بهش. به خاطر ما مرخصی گرفت که اینجا باشه روی صحنه. واقعا از شما متشکرم. مرسی. پیام نوروزیم برای زوج‌ها اینه که با همدیگه تا فکر کن. همدیگر رو خیلی دوست داشته باشین. نه بابا. و به هم دروغ نگین هیچ موقع. تو چه نصیحته؟ دروغ بگین اب نداره. دروغ مصلحتی میشه گفت. ولی صبور باشین با هم دیگه. آره هر کاری میکنین صبور باشین. اگه خواستین مثلا مثل داد بزنین. مثلا من 8 سال صبر کردم. اگر خواستین اگر خواستین داد بزنین مثلا صبر کنین 10 دقیقه بعدش داد بزنین. اینو موافقم. ولی الان میخوام صدای مروارید رو بشنوم. من دیگه برم. من میرم داد میزنم. سال نو تو مبارک. مرسی. ادی احسان و مروارید عزیز آهنگ رو برام خواست آهنگای دوشون میتونید برامون. اول یه آهنگ قدیمی بعد یه آهنگ جدید. آره یادمون بیاد بعد گوش کنیم کیف کنیم. به افتخار مروارید. مرسی.
اگه اجازه بدین یه آهنگ دیگه براتون بخونم. این آهنگ از آلبوم جدیدم اومده بیرون، آلبوم فانتزی. همه دست بالا. قشنگ آلبوم جدیدش مبارک باشه. حالا شما خانم عزیز بفرمایید اینجا، خواهش میکنم. ایشون که میبینین اینوری برین، اصلا شو یه رقص رو یه ریتم بزنید. بشرا خیلی خوشحالم تو رو میبینم. از هنرمندان ما هست که باهاش آشنا میشین. ایشون نه تنها مانکنه برای لباس های تک دوز، اصلا خودش اینجا خیلی دیگه شاید معلومه، و یکی از طنز نویسان، از اهل ادب، هم ادب هم اون یکی ادب. اولا تو رو توی فیلمی دیدم که محسن نامجان توش بازی میکرد، رادیو دریمز. فارسی چطوری ترجمه کنید؟ رویاهای رادیویی. معنی جالبی نمیده، همون رادیو دریمز بهتر شد. تو اون بازی کرد، بعد قسمت‌های در تئاتر اینجا هست، تئاتر شرق سر شما دوباره تکرار میکنه اینجا با ماسکای مختلف و تو صدای مختلف در میاد. ولی جالبی کار تو طنزیه که در شعر میتونی بگی، ادبیات من براش گذاشتم، بهش میگم انیمیشن، یعنی ساختن انیمیشن با شعر. خوشم اومد. و یه قطعه داری که طنز خیلی جالبی هست به اسم جعبه ابزار. عاقلان دانند که برای ما خلاصه ایشو اجرا میکنی با تصاویری که این ونوبر پخش میشه روی صحنه هم خواهد. بله، تصاویرشو برادرم کشیده، عرفان، ازش تشکر میکنم از همینجا. خواهش میکنم به افتخارش این قطعه رو برای ما اجرا میکنی، خلاصه شستش. خواهش میکنم هم باش را. خب این داستان اسمش هست جعبه ابزار یا همون جیم الف. اینجا هر گونه شباهت صوتی و تصویری اگر با چیزی می‌بینین خیلی اتفاقی انجام شده. من وقتی که کوچیک بودم از مدرسه ایران بزرگ شدم، از مدرسه میومدم میرفتم در مغازه بابام یه تعمیرگاه داشت، بعد مقنعه‌ای پوشیدم از دکه تا اینجا چونه داشت، بعد میرفتم پیش بابام و بابام یه جعبه ابزاری داشت که وسایل خرابش رو می‌ذاشون تو، بعد به من میداد باهاش بازی کنم. حالا این شعر رو من به یاد اون روزا گفتم. قصه از اینجا شروع میشه. تو جعبه ابزاری که روی میزه، یه جعبه میخ درشت و ریزه. صدای 100 تا میخ دانش آموز میاد بیرون از توی جعبه هر روز. الله اکبر! میخ کوچولوهای کلاس اول،
میخ طویله بزرگ تبر، یه میخ سرکج بلند زایه، 3-4 تا میخ دو سر دو پایه، یه میخ خوش استیل با پسر کش، اون شفتی ها معمولا، نازمشون کیه؟ جناب چکش، را میره تو حیات جعب ابزار، میخا به صف میشن کنار دیوار، بیرون یا توی صف میخا باشن، سرفه کنه تو خودشون بیپ. حتی اونایی که تو فکر درسن، بد جوری از نازمشون میترسن، قدم زنان از سر صف تا آخر، سکوت سنگین تهوع آور. خلاصه، چکش که توی حیاته، همش همین وضع و همین بساطه. آچار فرانسه که تو کادرشونه، معلم خوبه، زبانشونه. کتابای روانشناسی خونده تو اون 2 سالی که فرانسه مونده. دلش میسوزه واسه وضع ملت، بیرون از این جعبه نداشته طاقت. برای خدمت به نظام آچار خواسته که برگرده به جعبه ابزار. اما اگر دل بدی پای حرفاش، میفهمی باطل شده وقت ویزاش. مدیر این جعبه که خیلی شیکه، مسلماً آقای دنباریکه. خیلی قدیمی نیستش و جدیده، اما دم 4 تا کلفت رو دیده. به استنادی به حدیث آیه، در حال مالیدن 2 تا پایه، تخصصی نداره و به هر حال نونش تو روغنه تو این 40 سال. معلم پرورشی لحیمه، دشمن فازمتر و تراز و سیمه. نه تنها هیچ برنامه ای نداره، سنگ سر راه اون ستا میذاره. آقا 2 ماه فازمتر نفس بریده، اردوی ورزشی تدارک دیده، به ضرب و زور و جذب و جلب آرا بودجه گرفته با 3-4 تا امضا. اما از این بخت بدش رسیده، خبر به این لحیم خیر ندیده، اونم نورداشته و نگذاشته، نامه به بالا سریا نوشته که ای مدیر ارشد، این ورزشه، مشکل ما فقط همین ورزشه. الان جوون ما که دین نداره، فوتبال و بدمینتون راه چاره. نوشتم اینو مسمر سمر شه، ببین کجا بودجه میخواد هدر شه. بنده به جایی که نشسته باشم، امر به معروفمو کرده باشم. یکی بهش بگه جناب عاقل، این بود ارزش آقای پیچ راهل؟ ببین کجا رفت نظام آچار، والا قباحت داره اصل این کار. اردوگ ورزشی، اونم عید فطر. فاز شما چیه جناب فازمتر؟ نمیدونم، پارتی نفوذی داشتن، خلاصه شخصیت واسش نذاشتن. از اون به بعد 1 سال آزگاره، میاد میره، کار به کسی نداره. بابای این مدرسه رول پلاکه، مذهبی و مؤمن و سینه چاکه. باباش زمانی که یه ذره بوده، جان به کف حضرت اره بوده. بعد که رسید اره جای بالا، رفته زده تو واردات کالا. آقای رول پلا دلش شکسته، رفته دم شرکتشون نشسته. آقا تحسن و نامه سرگشاده که ای رفیق روزگار ساده، قال امام گیره لا تمنا، لا تخزن مال و منال دنیا. والا به این سوی چراغ تیره گیره میاد، خرمونو میگیره. میگن الان 31-32 ساله، خونه نشین طفلک بیچاره. عجیبه، ابزار نظام آچار کاری نداره با سیاست انگار. فرچه دبیر ثابت فیزیکه، منتقد اصلی دنباریکه. اما از اونجا که تموم سالا روابطی داشته تو سطح بالا، دنباریکم برای حفظ ظاهر پارودومش نذاشته تا اواخر. فرچه تو طول جنگ جعب ابزار تو سنگر متهه بوده انگار. اما دیگه بعد وفات مته میگن روابطش به کلی قطعه. والا اینا بدتر از اهل کوفن، همین روزا زیر پاشو میروفن، کار ندارن، هر کی که بودی بودی، قاطی با قالیا میری به زودی. بریم تو قصه دیگه، لفتش ندیم، به قول این رفیقمون کش ندیم. بریم سر میخای دانش آموز که شستشوی مغزی میشن هر روز. میخا به سفت و چله زمستون، چکش مثل بختک رو تریبون. سعادت ما تو اصول دینه، معنی خوشبختی همش همینه. اونور این جعبه که دین ندارن، محال شب سر رو زمین بذارن. بیرون جعبه روزشون سیاهه، عبادت و طاعتشون گناهه. نذره ذره، نه که حتی نم نم، یه باره میرن تو ته جهنم. میمیره هر کی پا بذاره اونجا، هویه هویت نداره اونجا. میگم بدونین که اگه بتونن
با هوی میخار و میسوزونن. خدای من، شنیدین چی گفت؟ میونه هرج و مرج جعبه ابزار، میخ طویله رفت کنار دیوار. چون که همیشه گشنه بود و میخورد، تغذیهشو از تو کیفش در آورد. یکم نمک فلفل و سس بهش زد، یک گاز به ساندویچ کتلتش زد. یک دفعه هرج و مرج میخا خوابی، اما طویله هیشکیو نمیدید. همون جوری که توی خواب خوش بود، سرشو بالا کرد و چکش جلوش بود. حالا حیاتتون پر از وسیله است، فکر میکنی اینجا دیگه طویله است؟ میلونبونی؟ خرفته کودن چاق؟ گل میکوبم اون بالا من؟ قرار بیق پشت با ترس و لرز و فوری استاد، ساندویچش از توی دستش افتاد. آقا غلط کردیم، آقا ببخشی. اما چکش گوشاش چیزی نمیشنید، گرفت تو دستش ته پایه هاشو، گرفته بود خون جلوی چشاشو. توی یه صحنه بد اسفبا تق، میخ طویله رو کوبون به دیوار. بعد یه هم همه، ولی خیلی زود، سکوت مطلق تو حیاتشون بود. دقیقه ها یخ زده و نمیگذشت، چکش نگاهش روی میخا برگشت. میگم دوباره واسه آخرین بار، سل علا آل نظام آچار، ارزش ما و جعبه رو بدونید، همین جا توی جعبتون بمونید، تهش همینه هر کی ناسپاسه. برید دیگه، الان زنگ کلاسه. میخا با صورت بدون احساس میرفتن آروم که برن تو کلاس. مونده یه چیزی اونجا بی محابا، یه ساندویچ نصف زیر پاها. خیلی متشکر بشرا. برنامه نوروزی ما نگاه میکنید و خواهش میکنم، خیلی متشکر، بازم شما کار داریم ما، یه کاره بعد از سال تحویل داریم با شما. بالا شما رو میسواریم به 25 بند. وقتی ما با هم باشیم دست و تو دست هم، میسازیم لبخند و حتی از یه قطره اشک. بیا و بشنو تو زیبا قلبم با سر تو هر لحظه، هم تا ابد ما با هم میمونیم. بگو که میدونی عاشقت هستم من، عشق من با من درست، میخوام بگم دوست دارم. عشق من با من درست، میخوام بگم دوست دارم. عشق من دارم، عشق من با من برست، میخوام بگم دوست دارم. تو وقتی با منی همه چی جوره جوره، تو وقتی با همی قصه ها دوره دوره. دستاتو تو دستام بذار که دوست دارم، لپامو رو لپات بذار. تو الان وقتشه دست بدی دست منو، پس شک نکن بیا دیگه وصل من شو. علاقم به تو بیشتر شده، پس مجبوریم بریم سر بحث بعدو. حالا جلو منی بیا با خودتو شد تا دستات بالا باشن توند و تونتر، با من برقص آخه در به درتم. بیا مثل قدیما بذاریم سر به سر هم. بیا 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 با هم باشیم دستا تو دست هم، میسازیم لبخند و حتی از یه قطره اشک. بیا و بشنو تو زیبا این حرف من، میزنه قلبم واسه تو هر لحظه. هم تا ابد ما با هم میمونیم، بگو که میدونی عاشقت هستم من، عشق من با من برست، میخوام بگم دوست دارم. عشق من با من برست، میخوام بگم
دوست دارم سالوناتون بازم مبارک، همیشه مبارک، خیلی دوستتون دارم، چه خوشتیپ و خوشگلی شما. بحث خوشتیپ شد، من اومدم این وسط مثلث خوشتیپان ملت به افتخارمون. بچه ها خیلی خوشحال میبینمتون، سال مبارک باشه. سال خوبیه، سال گذشته خوب بود، امسال بهتر میشه. علتش اینه که 97-8 شما با آلبوم جدیدتری شد که اومده بیرون. بله. فهم من یک مسابقه کوچیکم میخوام آهنگاشو دونه دونه با شما یک مروری رو کنم. آهنگ شماره یک چی بود که اومده بیرون؟ خوب کن حالمو. یه تیکه‌شو که حالم بهتر. نمیشه کاری کرد که ساعت نگذره، کنار تو همه چی واسم راحت تره. خوب کن حالمو. بابا. بیا خوب کن حالمو. عالی. گیر کردم. آهنگ شماره دوی آلبوم جدید جان جانان که شنیدیم، آهنگ سال. آهنگ سوم من فقط با تو دوست دارم این کارو. من فقط با تو دوست دارم این کارو رو، دوست دارم این کارو رو، دوست دارم این کارو رو. خوبه؟ آهنگ چهارم خواب وحشی. چهار تا آهنگ جدید هستش. آلبوم 6 تا شش آهنگ داره که 4 تاش جدید هستش. قبلا ریلیز شده، یعنی تو همین سال گذشته. آهنگ چهارم هم بشنوم، میخوام یه سوال بعدی بکنم. خواب وحشی. تا به دستای تو عادت کردم، سایه تو از سر من کم کردی، من و خورشید با هم غریبه ای، تو باید به سمت من برگردی. کیک بر نگر برات اینا. به به حسه عشق. آهنگ پنجم بوده. نرمو میشه پنجم. بذار عطر توی خونه باشه، بذار رومون اسم خونواده باشه، نه رو بذار این طوفان بره، این آتیش تموم شه، دوداش بره. گفتی قد میکشیم با هم، بال هم میشیم، پر میکشیم تا ابر. گفتی میفهمیم، اما اگه میفهمی نه رو. این پیام نوروزی بسیار زیبا. نه دارن آهنگای آلبوم جدیدشون رو میگن، نه اینکه آهنگ درخواستی. چقدر دلشون سوخت اینا. و لباس زیبای شما که هم هالیوودی مثل جایی که هستیم، هم رویایی مثل جایی که میخوایم باشیم. من خواهش میکنم از دیزاینر عزیزم پدرام کوتور بیاد. پدرام جان اگه ممکنه بیا اینجا یه دونه آهنگم با شما میخوام من بخونم. بله. پدرام جان خیلی خوش اومدی به افتخارش. متشکرم. لباس طراحی شبیه فیلم های هالیوودی هستش. بله. ایدهش از همونجا اومده دیگه. والا دهه 80 یه جورایی داره برمیگرده. این 80 میلادی دیگه. درسته؟ یعنی دهه 60 خودمون. بله. که توی پارچهش بیشتر میشه دید. البته تامین جون هر چیزی که میپوشه واقعاً رو بدن و واقعاً زیباست. سلیقه خودش خیلی بسیار خوبه. اینه که کار منو خیلی راحت کرده. و البته کار خودش خیلی سخت، چون من میدونم که یک ماهیه که هم من هم تامی رفتیم تو رژیم. من میخوام دوگمن بسته شه. خیلی متشکرم. ما یه آهنگ دیگر هم با شما میشنیم. میریم پایین با هم دیگه گوش میکنیم. آهنگ بعدی که خود اومد آلبومی که در موردش صحبت کردیم ریلیز شده و کسی نشنه. فقط ما خواستیم به مناسبت 11 سال با هم بودنمون و اینکه 10 کار هنری با هم مشترک با هم، اون یک سال اولش هم آماده می‌کردیم خودمون رو برای این 10 بعدی و انشالله همیشه بتونیم برای شما عزیزان بخونیم. ما بیشتر توی خونه دو نفره با هم ساز می‌زنیم و تمرین می‌کنیم. خواستیم که امشب شما هم یه قسمتی از این کار دو نفره که امشب البته صفا هم با ما هست یه مقداری سه نفره تر میشیم،
خیلی بیشتر و بیشتر نزدیکتر بشیم به شما. به افتخار خودتون، خواهش میکنم. نگات کردم نمیدونم که باره چندمی میشه، چقدر خوبه کنار تو موهام جو گندمی میشه. من تنها رو عشق تو تو یک لحظه هوایی کرد، هوایی کرد. باید قلبی رو که توشی تو سینه مومیایی کرد. چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده، همین حسه یکی بودن اما رو از دلم بوده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم. تو که دستامو میگیری جهان جا میشه تو مشتم، چقدر خوبه که میمونه جای حلقت رو انگشتم. یه جوری میزنه قلبم تو رو هر لحظه میبینم، که حتی باورم میشه دوتا قلب توی سینم. چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده، همین حسه یکی بودن غما رو از دلم برده، همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم خوشحالم کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالا. مرسی از همتون، love you عزیزم، عاشق باشید، احساس رو از لحظه لحظه زندگیاتون حذف نکنید، برای هم عادی نشید، خیلی همدیگر رو مثل روز اولی که همدیگر رو دیدید دوست داشته باشید و عاشق باشید. عاشقتون. مثل ما. سپاس. خیلی فادبند. خیلی متشکرم بچه ها. آهنگ احساساتی قشنگ. خیلی متشکرم از شما. برنامه نوروزی بی بی سی رو نگاه میکنید از این اقلیم با این مردم و خوانندگانی که خواهید دید باز. ولی قبلش من یه قول دادم خواهم عمل کنم، اینکه رو دستم را برم. اجازه میدید من رو دستم میتونم را برم؟ های شهبای بچه بلک کت اشکالی که نداره، شما بیان اینجا، من باید کلامو عوض کنم که آبروم کمتر بره. شما سرمان اینجا با خانم مهسا که بدرکاره، ما میخواییم که رقابت ایجاد کنیم، تمام چیزان از جیبان بریزه بیرون به عنوان ایدی. من میرم فقط کلامو عوض کنم، شما بیان اینجا، ما بیان کلامو رو پشت عوض کنم کسی نمید. خب من اومدم با کلاه دیگر. چا کنم؟ یست ها Yeah. Okay. Okay, hands on the floor. Uh-huh. Really strong. Straighten your elbow. Yeah. Really flat hand. Yes. Okay. Okay. Walk your feet in closer. Closer uh-huh. to here. Walk the feet in. Yeah. Okay. Now kick up. Masa, come here. Come here. Bachelor, you got to look at this. What? Off. Okay. Thank you. Thank you. Good job. Oh, God. چشم چپ شد، مایز گانگ یه سن جیمم افتاد، اون سکه طلایه بود ده پهلویه بود، کجا افتاد؟ کلید ماشین بنزم کو. حالا مهسا این کار میکنی چه ساده انجامش میمه. از جان بریم گروه بلک هست هم مثل این برش نمیاد آزمایش بزنه. بچه ها بفرمین، خواهش میکنم. مرسی. یکی از کارهای بدرکارها همچین چنین چیزهای هست. خیلی متشکرم، سپاس. من باختم، ایشون برد. سپاس از شما، ممنون. مهسای عزیز، شما باید بری فردای فیلمی هم بازی کنی.
چه فیلم خواهد بود؟ خودم کوردینیت میکنم فیلمو. اسم فیلمم کیسمیه. ای بوسه، خیلی متشکرم شما. و حالا صحنه رو میخوایم بسپاریم به گروه بلک کست. قبل از آقای خردادی ها میخوام بیان اینجا لطفا. و همتون اون دو زوج ما انتخاب کردیم از اون 200 نفری که اینجاشم میرستدن. خواهش میکنم بیا اینجا. شما بودین؟ تا اونجایی که یادمونه شما بودین. میتونه بیاد حالا با شما برقصه. خواهش میکنم. از لطف میکنیم با آهنگ بلک کت، آهنگ شاده است دیگه این یکی. دو نفر انتخاب میکنن که باشون تور دور دنیا برن. خواهش میکنم. بلک کتی جدید، چهرهای نو، صدای نو. دلت با من نیست، چه به دست آوردی دل من، عاقل بردی و خراب و مست آوردی. این همه ندیدی ما را، همه دنیا را سپردمت، حال بگو چگونه پس آوردی. نگارم نگارم ز تو یادگارم، جنونیست که دارم که دادم چه خواهی، سر به کوی نهادم چه خواهی، مرغ بی پر شدم من به پای پر، ندادم که دادم چه خواهی. ای نگارم نگارم ز تو یادگارم، جنونیست که دارم و غم بی شمارم. ای نگارم نگارم ز تو یادگارم، جنونیست که دارم. دادم چه خواهی، سر به کوی نهادم چه خواهی، مرغ بی پر شدم من به پای پر، ندادم که دادم چه خواهی. ای نگارم نگارم ز تو یادگارم، جنونیست که دارم غم بی شمارم. ای نگارم نگارم ز تو یادگارم، جنونیست که دارم. خیلی ممنون. الان اگر اجازه بدید، بله، چون بلک کت همیشه گروه بوده، همه نوازنده ها اگر بیشتر از خواننده اهمیت نداشته باشن کمتر ندارن، ولی راجع به این دو نفر جوانی که الان چپ و راست من ایستادن، این آقای میلاد خان از دو سالگی اگه برین روی یوتیوب میبینین آهنگ ما رو داره میخونه، بیا بیا ای گل بیا. دو سالشه، از دو سالگی با بلک کت بزرگ شده مثل خیلی از شما. و هجا یک پسر کردستان ما، یه دست بلند برای کردای ما بزنی از کردستان، یکی از خواننده های بسیار خوبه معروفه. و الان خوشحالم که ما همکاریمون رو شروع کردیم. بلک کت 63 سالشه، 63 سال. من یه پسر جوان بودم که این گروه رو درست کردم، ولی خوشحالم که بزرگای موسیقی ایران خیلی هاشون
جایی که الان این دوستان جوان استادیم استاد به نمیدونم فرهاد، ابی، شهرام، خیلی کسا، ولی هیچ وقت دختر ندیدید تو این گروه. و امشب من دوست دارم یه دختری رو دعوت کنم، برای اولین بار در زندگیش میاد رو صحنه که بخونه، تازه از ایران اومده و خوشحالم که این دعوت رو قبول کرد. مریم جان میای بالا؟ ببینید کار آسونی نیست برای اولین بار بیا رو صحنه و آهنگی رو که کسی دیگه گفته بخون بخون. گوش میکنیم به مریم و اسم آهنگ زندگی تازه، سال نو زندگی تازه. شما بیان اینجا، رقص ها رو دیدید؟ بعضی ها وحشت آفرید، بعضی ها رقص بردن بخشید، نه بعضی ها یک حرکات بسیار زیبایی میکنن و عجیب، حتی خود شما دوبار حرکت عجیبی کردید، من دیدم بعضی ها کی بهتر بود؟ به نظر من وقتی ننه، وقتی میگن ننه نیست با زنبابا میسازیم، این از همشون بهتر بود. آره واقعا و با جرأت تر، با جرأت همش این لبخند داره، با هر سیچویشنی، با هر موقعیتی میرخصید، موزیک آروم میشد، آروم میرخصید. بین خانوما به افتخار افتخارش نفر اول، نفر دوم. شما دارین یه خورده پارتی بازی میکنین ها، یه جور بودن. من میگم ایشون برنده، نه اصلا شوخی نه ایشون لو من اصلا برعکس برنده. پس ما ایشون هم آقایشون بهتر میرن. پس ما سه نفر داریم، یه نفر یک و دو نفر دو. به افتخارشون برنده جایزه سفر دور دنیا 100 سکه طلای آزادی و 50 تا بوسه، دو تا ماشین بنز. خیلی متشکرم واقعا. تور نوروزی همراه من میاد. آره اصلا ما، آره ما قول میدیم شما حتما میان. خیلی لطف کردین بچه‌ها، بودی سپاس. کردیم چون باور نکردیم به ما رد نجدیم. میبینم تو دادگاه
آقا وکیل اینجاست کی هستش؟ خیلی متشکرم. مسموم میکنه ایشون. خیلی متشکرم جناب خردادیان. شما رو تو ایام نوروز بقیه در کشورهای مختلف خواهند دید. خیلی ممنون. سپاس. و حالا صحنه رو میسپاریم به پویا. که مثل نبض جوونی سر حالی، خوبه قصه و کار جهان و بیخیالی، خوشحالم وقتی میخندی دنیا میخنده، شادی یعنی تو یعنی رویای آینده، خوشحالم وقتی مثل پروانه آزادی، با من که فکرم دنبالت میره همزادی، فردای خوب من عشق محبوب من میخواه، این حرف رو باید زد من تو رو بیش از حد میخواه، حرف خوش از من و خندش با تو، عاشقی برگ برندش با تو، داشتنه منو به هر چیزی که میخواد میرسونه، فردای خوب من عشق محبوب من میخواه، این حرفو باید زد من تو رو بیش از حد میخواه، حرف خوش از منو خندش با تو، عاشقی برگ برندش با تو، داشتنت منو به هر چیزی که میخواد میرسونه، تو بی نظیره، دریا همه آبوش تو تو دل کبیره، اکی غیر از تو هر حسی جست و مشکوکه، حرفای تازه حتی شیرین و مشکوکه، آرومم با تو مثل وقتی از عطر بارون بعد از مهتابم، فردای خوب من عشق محبوب من میخوامه، این حرفو باید زد من تو رو بیش از حد میخوامه، حرف خوش از من و خندش با تو، عاشقی برگ برندش با تو، داشتن منو به هر چیزی که میخواد میرسونه، فردای خوب من عشق محبوب من میخواد، این حرفو باید زد من تو رو بیش از حد میخواد، حرف خوش از من و خندش با تو، عاشقی برگ برندش با تو، داشتن منو به هر چیزی که میخواد میرسونه. مرسی. سال نو به همگی مبارک باشه. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. سلامت باشید. دنیا کنسرت خیلی خوشحال باشه. همه همیشه رو بعداتون باشه. مرسی. سپاس، سپاس. و اینک خواننده زن پشتو زبان فارسی می‌خواد. رامشا. We'll be right back.
عشق تو پرم، یه لحظه بی چشات از دنیا دل خورم. بیا منو ببر به عاشقونه ها، حالا که عاشقم مثل دیوونه ها. بیا منو ببر یه جای دور دور، یه جای ساکت و قشنگ و بی عبور. بیا منو ببر به عاشقونه ها، حالا که عاشقم مثل دیوونه ها. بیا منو ببر یه جای دور دور، یه جای ساکت و قشنگ و بی شب افتخارش بسیار زیبا. خیلی متشکرم. خانم نخورین زمین، چه لباس زیبایی. ببین این بعد از این برام ببینم آره دقیقه این هم میبره. خیلی هم قشنگ زیبا. من همه دستوز سنتی هستش، از اونجا الهام گرفته شده؟ بله بله. جدا؟ بله از افغانستان. جدی میگین؟ بله. شما از کدوم قسمت افغانستان هستی؟ از قندهار. از قندهار؟ بله. و جالبه که شما اصلا زبون اصلیتون پشتو هستش. بله. میخوام بیاین اینجا صحبت کنیم، صداتونم بگیریم. و فارسی رو برای ما خوندیم، خب بدونش ما بفهمیم حداقل. ولی داستانش چی بوده که شما فارسی خوندیم؟ خب خیلی مدت کوتاه میشه که کوشش کردیم فارسی، زبان فارسی رو یاد بگیرم. دیگه بازم یک کم لهجه دارم دیگه. ولی از پارسا که شما کوشش کردم دیگه. خیلی زیبا. آهنگای زیادی هم رو به زبان فارسی داریم. بله برای ماها. بله. پشتو هم حتما داریم. پشتو هم آهنگ پشتو خیلی زیاد دارم. بله. و شما الان نزدیک سال تحویل، خب ما هفت سین داریم. بدونه شما هم سر سفره نوروزیتون هفت میوه دارید، درست؟ هفت میوه دارید. درست کردید شما برای نوروز؟ بله بله. چی ها هستش تو شما بایین بخوری خونتون یا ببریم حداقل به صورت این چیزو تکنه؟ همش درای فروتس هست، میوه خشکه. میوه خشکه بله. هر چی باشه. بله. سنجد هم شما میریزید اونتون؟ بله بله. مزه سنجد خیسش چطوره؟ خیلی دلیشس است. خوشمزه است. آره تو افمیوا که خیلی. پس من پیشنهاد میکنم این دفعه اونا که مون بعد از 13 به در بزنی خیس بخوره، خودتون بخورین خوشم نمیاد. من بفرستم بهشون که چرا اینجوری شد. ولی منم خوردم، خیلی خوب مزه میوه میده. مزه میوه میده. و خیلی خوشحالم با ما بودی. خیلی ممنون. خوبی رو برای شما آرزو میکنم. منم سال عید نوروز به همه شما عزیزا تبریک میگم. سلامتی شما رو از خداوند خواهانم و خیلی خوشحالم که این سال در جمع شما دوستا تجلیل کردیم. خیلی ممنون. خوش از این سپاس. این نوبت میرسه به لحظه ای که بهترین لحظه زندگی ما سمیشه، لحظه تحویل سال. بحبه پیانو نوازم میزنه لحظه تحویل سال. میدونم همه بهترین خاطره همون داره، نه؟ مهم نیست کجا باشیم، تنها باشیم، با بقیه باشن، اصلا بقیه نباشن، بهترین لحظه است. و این لحظه رو میخوان جشن بگیریم با آهنگی که 50 سال با ماست، 50 سال شریک غمها شادیه ماست و در فیلم ها بارها و بارها میبینیمش و خوانندهش با ما روی صحنه، سلطان قلب ها. خدمت تک تک شما عزیزان، من اکو صدامو یه کمی کم کنن خوب میشه. من اکو این آها این شد صدای من. خب قرار سلطان قلب ها رو با هم بخونیم، موافقین شما؟
همکاران عزیز من بسیار قشنگ، ببخشید که ما به خاطر سن سالمون جلو بایستنی بلا بقیه رو. عزیز منی همینطور از شما تشکر، چقدر قشنگ خوندی، از خیلی از این خواننده‌هایی که تازه اومدن بهتر میکنی، صداها خیلی قشنگه، گرم و نرم و خوب. خیلی متشکرم. تا لحظه دیگه میخوایم شمارش معکوس سال 1398 رو شروع کنیم. همه آماده هستید؟ من میخوام در یک کلمه قبل از این شروع بشه سالی که گذشت در یک کلمه بگید. عالی بود. فوق العاده. شما پرهیجان. شما بهترین. شما نگران کننده بود. دست زد. اگه برای مملکتمون نگران کننده بود، سال سختی بود، ولی با امید زنده ایم و انشالله خیلی. شخصی پرسیدم. شخصی من نگو، من کلی گفتم و ملی راست. شما باران؟ خوب بود. در روز 39-38 ثانیه مونده، چند ثانیه مونده فکر کنیم، آرزو کنیم برای سال آینده، ببینم چیکار میخوایم بکنیم، چه سال خواهد بود، چه سال خواهد بود.
سال نو ما بهترین زیباترین سال نو است که در تمام دنیا وجود داره و حتی کهکشان ها. بله همینطور. سال آینده رو چه می‌بینید؟ انشالله بهتر از سال گذشته. هم نظرم بود. شما 14 سالی مونده؟ سال خوبی و با سلامتی. همینجا با بهزاد بلو. 9 8 7 6 5 4 3 2 سال نو به همگی مبارک. مرسی. ببینم کی چی آرزو کرده بوده این وسط. یه آرزو شما آرزو چی بوده؟ آرزوی سلامتی واسه تمام ملت قشنگ ایرانم. دکه اینه که 100 نفر 200 بار گفتن تا حالا در 400 سال گذشته. آزادی ایران. آرزوی شخصی؟ پول. برای پولک گیرش میاد. شما برگشت همه ای ما به ایران. پس سکه آزادی هم دیگه حتمی شد. شما ایران پارتی کنی. دیگه کی میخواد چی بگه؟ شما که بعد چیز خیلی پرمغزی بگی حداقل هم 4 دقیقه وقت داری. من فکر میکنم که بهترین آرزو میتونه سلامتی باشه. شما وقتی سلامتی هست همه چی میاد. بعضی ها میگن پول باشه سلامتی هم باش میاد. چی؟ اگه شهر رنزی کنی من میگم. نه پس بهتر اصلا نگی چون تکنولوژی شما هنوز نداری. شما چی داری بگی؟ با چه بارونه قشنگی، چند مسلح اومدید. دل خوش برای هم. میگن سیری چند؟ سیری چند یعنی دلار چنده؟ بس یه به دلار قیمت دلار نمیدونم چنده ولی سیری چند نه ندارین؟ خب ایشون نداره، خدا رو شو یکی راضی در اومده از این جریان. حالا آماده هستین برای چه جفا میگیریم، احترام میذاریم به گوینده. برنامه نوروز بی بی سی رو نگاه میکنید. سال تحویل شده، مبارک باشه. سال 1398 به همگی شما در هر جا که هستید به و ماشاءالله. خواهش میکنم یاد بگیرن دیگران در کنار حفظی. ما فال حافظ در کنار حفظی خواهیم گرفت. خانوما بیان بسر خواهش. شما بیان آرزو داره برملا میشه. خوب است؟ مرسی. و حالا سال نو را آغاز میکنیم با 25 بند. ساله میگذره که با مه عقلوش منو برد اون چشای نازشو چشای نازشو تو دیونه که صبح چا بودیدیم شب به هم تخت فرصد دوباره گیجیمو صبح دوباره گیجیمو چه ساره دل منو بردی به یه نگاه نمیتونم
از کناره چه ساده دیدیم هر چی که خواستیم جوره هر چی که خواستیم بوده واسه دوتا دیوونه روی ابر چه زندگی خوبه جوره هر چی که خواستیم بوده واسه دوتا دیوونه روی ابر چه زندگی خوبه همیشه با همین دنیا هیچ کیو شبیه ما ندیدیم که بخندی بدون که مهمه واسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن تو بغل من لب میدی بهم میگی تو بغلتم هوا دو نفر است از بس میشه حرفای دو نفر زد پای عشق و حال همیم عجیب غریبیم اینا واقعیه هیچ کدوم مجی مجی نی زندگی مرور باله هر جا عشق باشه رو به راه میشینیم پس واسه موفقیت رو میگیریم جشن هی هی نمی‌کنیم با هم لج بازی نمی‌کنیم نقش بازی نمی‌کنیم با هم پاس بدیم تک بازی نمی‌کنیم سرمون گرمه ما هم بگی جمعمون جمعه فکر نمی‌پریم وقتی دل میدیم دل نمی‌کنیم خبرام موثق حرفام مشخص داره هی میشه قدمو بلندتر خود خودمونیم عوض نمیشیم اگه راه هم سخت باشه عقب نمیریم برنده میشیم به همه میگیم همو دوست داری ما قول دادیم پشت هم شب و روز باشیم آره قول دادیم الان چند ساله میگذره که بامه عقل و هوش منو برده اون چشای نازشو همه چشای ناز تو تو تیونه که صبح شب دیدیم شب با هم صبح دوباره گیریمو چه ساره دل من رو بردی به یه نگاه نمیتونم برم از کناره چه ساده دیدیم هرچی که خواستی جوره هرچی که خواستی بوده خوز دوتا دیوونه روی عبر چه زندگی خوبه چه زندگی خوبه اویه سال نوتون خیلی مبارک باشه سال نو مبارک خیلی ممنون بچه ها سپاس مرسی از این همه انرژی یه هیپ هیپ من یه هورا شما سال نو هیپ هیپ هورا هیپ هیپ و حالا برنامه رو ادامه میدیم سال رو ادامه میدیم با گروه بلک کتس Yeah.
کرده، مشکونه بلندت کنه جارو کرده، چشمان سیاهت منو جارو کرده، مشکونه بلندت کنه جارو کرده. از رو کمونی ما گرفتار تو، دل من نکن ما خریدار تو، دل من نکن ما خریدار تو. ای یار ای یار یار بالا قدر، دل ما بجست شد بجست شد ما به هیچ کس نبود. سال نو به همه ایرانی ها هر جای دنیا مبارک. خوشحالم بگم اگر سال نو شد دوباره گروه بلکتس هم نو شد. سال نو مبارک همه. خیلی ممنون گروه بلکتس. حالا میخواییم فال بگیریم شهبال جان. جونم میخواییم فال بگیریم. شما هم بگیریم، برای شما هم میگیریم. بگیریم من فالبونه گرفتم. دیگه چرا که نگیری؟ فالش رو گرفتم، معلومه چیز خوب در اومده. چون امسال خیلی سال پر چی میگم؟ نمیخوایم حال بگیریم، ما میخوایم فال بگیریم. آره خلاص دیگه. خب همه آماده؟ آماده هستیم برای اینکه از تو با دستان تو و حافظی که مامانم. مامانت برات اومده درسته؟ آره یه سال عید هدیه عیدی گرفتم. جدی؟ اولش هم امضاشه نوشته نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی برای دختر عزیزم بشرا فدایت مامان بهار 82. اینم سندش. حالا بشرا نه تنها بسیار زیباست و هنرمند و موهای عجیبی هم داره و بسیار زیبا. حافظ تو از کودکی مثل این که خانواده دوست بودیم با هم رفت آمده خانواده داشتیم. داستان تو حافظ شیراز چی بوده؟ دیگه همه چی رو قرار نیست بپرسید. اه خوشی. خب ما نمیسیم بله. پس افشاش و شاخ نبات کی بوده؟ خود تو بودی پس. خب حالا میخوام همه چشا رو مثلا ببندن. حالا نبستنم زیر چشی نگاه نکنیم. میخوام یه آرزویی بکنیم برای سال آینده. پیشبینی بکنیم واقعی. دیوچو بیرون رود نخواهد اومد. اگه اومد واقعا شانسی اومده. و اگر هم بیا لزوما اتفاق نمیفته. خب بعد شما باید چی بگی؟ چند تا تفعول بکنی؟ آره همه نیت بکنن، چشماتون رو ببندی، اگرم بازم هست باز تمرکز کنی.
خوب اومده؟ روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه دارد، گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. شوخی نرگس عطا سبیت اولش بود. سبیت اولش میخری خونه؟ نه همون خونه، خونه رو خریدم، ولی شما باید کمک کنید برای وام مسکن. آینه‌شو حواست باشه، آینه‌شو حواست باشه که آره بعد بهتر نگاه میکردم. به تعبیر این چی میتونه باشه؟ چون همه سخت اصلا واضح نیست. نوشته که روشنی طلعت تو ماه ندارد. حالا اگه برای شما بود نمیدونم. یعنی خوشبین باشین، امیدوار باشین به خودتون. پیش تو گل رونق گیاه ندارد، یعنی اینکه هیچ گیچی نیست. تو آخرش تو تشی. خیلی خوب. پس اینم ما نفهمیدیم چی شد. ای کاش دیو چو بیرون میره بروش فرشته در آیت پیش میومد. البته چرا وزنش با اونی که شما گفتین یکیه؟ شما سی ولکن نیستی. آره دیگه. خیلی متشکرم. بشرا. عیدتون مبارک. دست. از این فال دیگه هر کی هر تعبیر خاص برداره، اونم که انگلیسی بودن. بعدم بهشون میگیم برن یه آهنگ قشنگ گوش کنن و اون آهنگ خواهد بود که سال به پایان میرسونیم. این شما و این آهنگ پایان جشن نوروز بی بی سی. Black Cats! دارم ای که من فداتم، تو گله تو گلدونی و من خاک زیر پاتم، ای که من عاشقتم تشنه لباتم، دل من تنگ برات همیشه چشم براتم. بیا بیا ای گل بیا دل به تو مستم، بیا که ز عطر و بوی تو من مستم هستم. بیا بیا ای یا بذار دست توی دستم، آخه تو من هم سزم دل خستم. از فردا پگاه. شب همگی بخیر. سال نو مبارک.